تحمل آدم به خاطر این است که درد باز هم بیشتر بشود. اما هنگامی که درد اینقدر زیاد بشود که دیگر نتواند بیشتر بشود، سیاه هم جنوب زارشون میگیرد. در بندر خرد و خراب لنگ هنوز صدای جنگ مرام موج می آید با صخره‌های ساحل بیجاشو، کندوی ام جاشوی دریای فارس امروز جولنگه باد است. بادهای موزی مرموز سنگین سرگردان، باد زار، باد جن، بادهای مثل برق چشم گربه در شب تاریک. باد خبیث جن سوار بر مرکب سفید موج در خشخش شاخی رخت تا تاریکی سوراخ متروک گور پیوسته در کمین نشسته است تا بومیان جنوب را به نفرین خود مبتلا کند و نفرین شدگان باد کافر جن در جنوب بسیار. لنگه را بادها ویران کرد. نفوس لنگه یک روز 70,000 بود. در 13 خاکستان بزرگ لنگه امروز حتی شور هم نمی روید. نشوی مرده بر خاک شوهرش گل کاسه چینی نظار می کند و چراغ نفتی بی نفت به یاد روشنایی. کی میبرد باد لای 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 عزیزم لای وای شتنه دل که هر دم میل و قربت میکنی تو تنه دلی که از دنیا ناشاد کامی چه تنه دلی که سرگردان مدامی کن این بای لالا شب بازی شب شفای جنزده هاست. روز پیش از شب بازی یک دختر هوا خیزران به دست دور لنگه می گردد که جنزدگان را به مجلس بازی بیاورد. این شب در صدای دهل اهل هوا نفس بادها می برد. از کشنده چه سود، خشخش کژدم نیست،
باد در سایه تاغی که نیست می گذرد. نیش داغ آفتاب مار تشنه را گزید و کشت و حجره های بازار بزرگ لنگ لانه ی جن شد و موریان تشنه مرگ شد که نقش چوب دوام آورد. شبها لانه جن است و در جنوب جن زده بسیار است. پشت این خاکستان یک خاکستان دیگر و پشت این خاکستان یک خانه مقدس است. اهل هوا شبها به این خانه می آیند تا به دوای اعتقاد شفا یابند. اهل هوا شبها در اتاق پشت این دیوار جن را از تن بیرون می کنند. Thank you.
سابقه بادها را به آمدن سیاهان از آفریقا نسبت دادند. پیش از آن که سیاه به بهای خرما بیاید، در حاشیه خلیج بادها بود، اما مثل نیرو در تن بیمار و نفت زیر دریا و هوش در مغز بی فرهنگ ناشناخته مانده بود و سنت سیاه که از تجربه گرسنگی سرشار بود شباهت را شناخت و شهادهنده شد.
Thank you.